5 زندانی سیاسی در زندان تبریز همچنان به اعتصاب قضای خود ادامه دادند. محمود فضلی، آیت مهر علی بیگلو، لطیف حسینی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر 5 زندانی سیاسی هستند که از روز 22 تیر در اعتراض به حکم طولانی مدت 9 سال زندان برای هر یک دست به اعتصاب قضا زدند. آنان اعتصاب قضایشان را ادامه دادند. اتهام این 5 زندانی سیاسی تبلیغ علیه نظام و همچنین تشکیل و اداره گروه‌هایی که قصدشان برهم زدن امنیت کشور است. دشخیمان زندان تبریز برای شکستن اعتصاب قضای این زندانیان سیاسی قصد انتقال آنان به زندان‌های دیگر از جمله زندان اوین را داشته است. اما بر اساس آخرین گزارش‌ها این زندانیان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند ولی همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. در آن سوی ایران در زندان زاهدان دشخیمان این زندان مجبور شدند زندانیان سیاسی محمد امین آگوشی و ایرج محمدی را از سلول انفرادی به بند عمومی برگردانند. این دو زندانی در اعتراض به وحشیگری‌های مزدوران خامنه‌ای در زندان و احکام ظالمانه‌ای که بر آنان اعمال می‌شود از 2 هفته قبل دست به اعتصاب قضا زده بودند. در زندان گوهردشت دو زندانی سیاسی شاهرخ زمانی و خالد هردانی صدور حکم اعدام برای 4 زندانی سیاسی در اهواز را محکوم کردند. در نامه این زندانیان سیاسی از جمله آمده است: ما زندانیان سیاسی تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی اهواز و زیر حکم اعدام بودن تعدادی از سنی مذهب‌ها را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این همه کشتار و اعدام و شکنجه هستیم. 160 تن از زندانیان اهل سنت در زندان رجای شهر به علت توهین شرکت ایرانسل به باورهای مردم سنی مذهب به مدت 3 روز از شنبه تا دوشنبه دست به اعتصاب قضا زدند. در زندان اوین زندانی سیاسی حسین رونقی ملکی که به جرم کمک رسانی به زلزله زدگان ورزقان به زندان محکوم شده در وضعیت جسمی وخیمی به سر می‌برد. پدر این زندانی سیاسی در یک مصاحبه گفت: فرزندم را 13 ماه در انفرادی نگه داشتند و زیر شکنجه از او اعتراف گرفتند. دست حسین شکسته بود و از او می‌خواستند در همان شرایط امضا کند. به دلیل امدادرسانی به زلزله زدگان ما را به همراه هم بازداشت کردند. همانجا جلوی چشم‌های من به صورت عمدی به شکم فرزندم که بارها عمل کرده بود ضربه زدند و بچه‌ام 2 بار خونریزی کرد. هرچه اصرار می‌کردیم که به بیمارستان منتقلش کنند قبول نمی‌کردند. به نظر من فقط می‌خواهند او را بکشند و باید جواب بدهند. در رویدادی دیگر برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در اعتراض به انگشت نگاری برای ملاقات با بستگانشان اعلام کردند که دیگر به چنین ملاقات تأخیرآمیزی نخواهند رفت.